محمد حسن آخون رئیس وزرای حکومت طالبان یک کمیسیون 6 نفره بر رهبری والی کابل را برای بررسی دوباره دوسیه افرادی که در جریان عملیات‌های نظامی طالبان در پنجشیر توسط آنها بازداشت شده‌اند ایجاد کرده است. این اقدام به طالبان به دنبال ابراز نگرانی‌های هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما و نهادهای حامی حقوق بشر در مورد نقض جدی از حقوق بشر و جرایم جنگی در ولایت پنجشیر صورت گرفته است. برای بحث بیشتر این موضوع با سراغ مهمان این ساعت برنامه می رویم، آقای حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی را از طریق اسکایپ از لندن با خود داریم. آقای عدل سلام و ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. تعیین کمیسیون ممکن به نوع اذعان طالبان برای موضوع باشه که اینا بله افراد ملکی و غیر ملکی را یک جای در پنجشیر بازداشت کردن و نوع فشاری را که اینا از جانب جامعه جهانی روی آنچه در پنجشیر میگذره حس میکنن، به نظر شما اوضاع در پنجشیر از بود بشری تا چت نگران کننده است؟ بله، سلام بر شما و بیننده ها و شنوندگان برنامه وزیر شما. خدمتتان عرض بکنم که از یک مدت بیشتر از تقریبا 6-7 ماه قبل آقای ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان حقوق بشر ملل متحد تلاش داشت که برای داخل پنجشیر و اوضاع را از نزدیک بررسی بکنند که متاسفانه این زمینه را برش مساعد نساختن و اجازه ندادن. این نشاندهنده از این هست که مطالبی که از طریق رسانه ها بیرون درز میکنه واقعیت داره و مردم چی در بخش نظامی و یا ملکی شرایط بدی را سپری میکنن در داخل پنجشیر و تحت فشار طالبان قرار دارن. به این لحاظ این کمیسیون و آقای خود ریچارد بنت داخل افغانستان شدن یک بار دیگه و با صحبت ها و ملاقات هایی که با رهبران طالبان داشتن اینا را وادار ساختن تا واقعیت مسئله را باید بررسی بکنن و او را به اصطلاح برای مردم افغانستان و مردم جهان بشنوانند که آیا این تعدادی که در زندان ها به سر میبرند جرم را مرتکب شدن یا این که یک نوع خصومت علیه مردم پنجشیر است؟ بله، خب برخی از نهادهای حامی حقوق بشر طالبان به اعدام‌های صحرایی اعضای جبهه مقاومت ملی و همچنین کشتار ملکی‌ها به اتهام عضویت در جنبش متهم کرده و میگن که جرایم جنگی و نقض از حقوق بشر به طور گسترده هر روز توسط طالبان در پنجشیر اونا مرتکب از این میشن. به نظر شما طوری که شما گفتین در حالی که طالبان مانع خبررسانی از او بخش افغانستان میشن، مقامات خارجی را اجازه نمیدن که اونجا برن، چه باید صورت بگیره که بحران در جریان بشری در پنجشیر متوقف شود؟ بله، ببینین تا به امروز حرکت های معینی که در این ارتباط به وجود آمده و پیش رفته تا حدود فشار بالای طالبان وارد کرده که اونها متقاعد بمی شدن که کمیسیون 6 نفره را ایجاد بکنن و در رأس از او عالی کابل قرار بدن. این خود نشاندهنده هزی هست که و خصوص مردم پنجشیر و متباقی مردم کشور که همصدا با مردم پنجشیر هستند این فشار را دست جمعی وارد کردن، اسناد بسیار معتبر را به دست آوردن و اسناد مراجع بین المللی ارائه دادن و اونا را قناعت دادن که این مسئله را باید پیگیری بکنن و واقعیت های موضوع را درک بکنن. اگر به میش منوال که تا به امروز در این پروسه موفقیت های به دست آمده، اگر مردم افغانستان بیشتر از این دست به دست هم بتن و با همکاری با مردم پنجشیر یک جا برای نجات مردم نه تنها در بخش تنها ولایت پنجشیر بلکه در سراسر افغانستان این مشکلات جدی هست و مردم به اشکال مختلف محاکمه های صحرایی میشن، اعدام میشن، سر بریده میشن در وسط شهر. متاسفانه مستقیما افراد اشخاص کشته میشن توسط طالبان، اینا باید لوشان گرفته شد. بله. و از این برخورد صورت. خب ویدیوها و عکسایی که از سوء رفتار طالبان با افراد ملکی و نظامی در پنجشیر به نشر میرسه در رسانه اجتماعی دست به دست میشه و احساسات بسیاری را در مورد مردم افغانستان برانگیخته، به خصوص در قبال موضوعات قومی. به نظر شما پیامد نگران کننده عملکرد طالبان در پنجشیر چی میتونه باشه؟ ببینین پیامد از این واضح است. طوری که ما تا امروز شاهد هستیم هر قدری که طالبان
از طریق زور و فشار نظامی بالای مردم پنجشیر، اندراب و بعضی ولایات دیگه به اصطلاح عمل کردن، مردم بیشتر متحد ساخته و علیه طالبان دست به فعالیت‌های نظامی و برخورد نظامی و مسلحانه کردن. اگر طالبان با این منوال تا امروز ادامه دادن و نتیجه هم به دست ناوردن، برعکس قوت‌ها بیشتر شده، اتحاد مردمی به وجود آمده و علیه طالبان ما و شما شاهد هستیم که سر و صداهای نه تنها در پنجشیر بلکه در سراسر افغانستان بلند است. اگر به این منوال طالبان ادامه بدن، یک امر طبیعی است که اتحاد مردم بیشتر میشه، نارضایتی‌ها از طالبان بالاتر میره و این باعث سکوتشان میشه. طبعا راه دیگه وجود نداره، مردم باید متحد شوند، دست به دست هم بدن، اعتراضات خود در سطح داخل و بین المللی بلند بکنن تا یا این که طالبان باید از قدرت کنار برن یا حداقل از این اعمال ضد انسانی بکشید. بله، ممنون سپاس شما از شما آقای علی که برداشت و تحلیل خود را از این موضوع با بیننده‌ها در میان گذاشتین. سپاس از وقتتون. تشکر از شما و از دعوتتون. ممنون.